یه سی بگیر بزرگ سلام کلکت نگیر آه 3 2 1 سلام یه برنامه دیگه خوش اومدید دو برنامه جدید یه سابسکرایب کنید که ما بریم کلکت بخریم این حرفه اینجوری اینجوری نه بس هم نه بریم سر وولفز وولفز اف اس آره وقتی معمولا وولفو وقتی جمع بزنی وولفز میشه ولی وولف این فیلم وولفزه آره. چرا عرفان یه چرا؟ تحقیق کرده در این مورد نه تحقیق کجا که شهودی از خودم به خرج دادم نه دوتا کاراکتر که داریم حالت کاراگاه گونه و گورستر دارن آره اسمشون چون گرگه اونجا جمع بسته دو تا پاف 60 ساله پاکار اگر نمیدین اگه کلمه به معنی گرگ می بود جمعشونی می شد که می گفتی ولی این چون صفت آره لقب صفت هم چون که صفت بود با ده می شد آره آره یه چیزی دیده که یه حال یه بازی کلمه ای دیگه با مزه است ولی یعنی همون هم جلب توجه داره دیگه آره اسم هم اینجوری کشیده اومده زیر به هر حال معنی گله گرگا رو می‌خواسته نده اسم فیلم یعنی می‌خواسته بگه که ما با دوتا ولف طرفیم ولی نمیده بگه تو ولف یه تفکیکی هم همزمان داره از این دوتا کاراکتر آره چون رو پوسترش هم کلونی پیت گرگ خیلی باحاله این گرگا توی ونیز خیلی ترکوندن گرگ. آره ریختن اونجا و یه هفته تمام اینستاگرام ما پر بود از گرگای کلونی که رفته بودن و این ور اون ور دلبری و بچه آبیه آره خیلی خیلی شب و روز توی ونیز داشتن دلبری میکردن با فیلمی که تیزر بدی داره به نسبت خود فیلم تیزر خیلی شوخ طبیعی بیشتر آره من از تیزر فیلم کم یه فیلم معمولی کمدیه حالا مثلا خیلی میان رده رو برم ولی از حد تصور من بالاتر بود ولی امتیازاش چیزی غیر از تیزره نمیگه آره IMDb 6.5 من هم همون من خیلی کرم عادت همون هست از بالاترین و لاست سیتی دوتا فیلم پارسالی که براد پیت توش براد پیت هستش بهتره باز ولی باز دوباره تو لاین فیلم چون فیلم های جدی جفتشون فیلم های خوب جدی دارن حتی وقتی توی این لاین هم وارد شدن توی کمدی درامای جنایی که تو کمدی خیلی کمدیش اگر بگیم اون چیز بودش قبل از خواندن به سوزان خب مال کوهنه مال کوهن و یاران اوشن اوشن 11 اوشن 12 اوشن 13 آره که 4 تا فیلمیه که با همدیگه قبلا بازی کرده بودن این فیلم خوبیه در جو موفقی بودن آره میگم از تصور موفقیت اونا تکرار نمیشه نه اصلا همین الان هم اگر موفقیتی احیانا اگر تو فروش داره یا رای بالا داره حقیقتا بخش زیادش بخاطر جذابیت این دو نفره آره. شخصیت براد پیت و جورج کلونی یعنی فیلم خیلی چیزی برای حالا بریم تو قصه بیشتر توضیح میدیم ها آره بیشتر شوخ طبعی ایناست که داره فیلم رو جلو میبره خیلی با چیز خفن مثل جان ویکتور رو برو نه نه دنیای بلی دنیای گانگستریه با مزده است در جان ویکه دنیای هتل کانتیننتال دنیای هتل آرتیمیس دنیایی که مردم عادی توش وجود ندارن اصلا حزمن تو با اینا رو بروی یه سری آدمی که همه چیو حدس میزنن میتونن در مقابل همه حالا اینا که خیلی اکسپرت هم That man is an expert That man is a professional آره میگه اینا پروفیشنال هن اکسپرت هن خیلی پروفیشنال اول با یک چیزی شروع میشه که داره شروع میکنه توصیف کردن کلونی برای خود کلونی آره اسمشون رو نمی‌فهمیم آخر نه تا لحظه آخر حتی لحظه آخر بازم اسم نمی‌فهمیم آره اینا این ولفا فقط ولفا پس ولفا پس ما بهتر بگیم واقعا ما باید بگیم کلونی پیت I never did catch your name مثلا جان اینجوری بود نه. جورج فلان بود کاراکترشون اصلا اسم نداره شاید یکی از دلایل این یعنی این یکی از دلایلی باشه که ما ولف رو بهتر بفهمیم آره با دو تا کاراکتر روبرویم که از ابتدای قصه تا انتهای قصه تعریفشون حتی با هم دیگه یکیه یعنی توی فیلم داره اینو یه جوری تعریف میکنه اینم همون جوری داره تعریف میکنه
من رفتم سرچ کردم، قد جورج کلونی و براد پیت 0.7 سانت با هم فاصله داره، یعنی حتی در انتخاب بازیگر آره، یعنی حتی رفتن چیز کردن که اینقدر اینا قدی هم به هم شبیه باشن. حالا آره فرم صورتشون خیلی با هم فرق داره، ولی با مزدگی جفتشون یکیه، جفتشون روشه جفتشون یکیه، رفتار و اخلاق جفتشون به خاطر نوع جوست بودن این شغل هم همینه. حالا از اول قصه که یه اتفاقی برای یک خانومی که من فکر کردم کاندیدای ریاست جمهوری، نه کاندیدای چیزه، کاندیدای چون رئیس دادگستری توی ایالات متحده رأی گیری میشه، کامالا هریس نامزد اعلان ریاست جمهوری یک بار برنده چنین چیزی در ایالت کالیفرنیا شده و فقط در اون دی ای بوده دیگه. آره دیگه، دی ای ها مثل فرماندارا، مثل شهردارا که اونجا فرماندار شهردار با رأی مستقیم، حتی کلانتر توی امریکا کلانتر با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، یعنی شما برای اینکه کلانتر شین باید مردمتون رأی داده باشن. خب اینم دی ای، این باید رئیس دادگستری باید بره و رأی بیاره. حالا اگر کلونی اینقدر فن دموکرات ها نبود و ما نمیدونستیم که اینقدر برای اینکه کامالا هریس بیاد جای جو بایدن تلاش کرده، میگفتیم نکن یه فیلمی ساختن کامالا هریس رو بزنه و فیلمی که فیلم کریسمسی آخه تو اکتبر آره تو اکران شده به نمایش درآمده، استریم شده و استریم میگه آقا این میخواسته کامالا هریس رو بزنه، ولی خب ما میدونیم که کلونی یه دموکرات دو آتیشه است، از این فنای دموکرات ها که میره پول میده و نامه نوشت به جو بایدن که آقا بکش کنار. پس همونقدر که تو فیلم خودش داره دائما دنبال داستانه توته میگرده که این توته رو سر در بیاره، اون توته رو سر در بیاره و هی ما هی این داره یه توته یا میبافه و تهش بعد ببینی که خب بالاخره که اون توته است. خب ما میتونیم در مورد خودش هم فکر رو بکنیم این چه توته خودش چون جفتشون هم اکسکلوسیو پرودوسر هم دیگه. آره بالاخره درصدی درصدی فروش رو حتما سعی دارن. آره Well, that's relevant because my job is to make sure that you do your job. یه مصاحبه خوبی داشتن اینا توی ونیز. آها خب الان که این چیزی یادم افتاد بحث درآمدش شد، چون خیلی شایع بود در مورد درآمد پول بالایی که اینا گرفتن و اینا تکذیب کردن که اصلا پول زیاد نگرفتن. It's millions and millions and millions of dollars less than what was reported. And I'm only saying that because I think it's bad for our industry if that's what people think is the standard bearer for salaries. I think that's a terrible At the same time, I love this the existence of the streamers because we get to see more story, we get to see more talent. It gets more eyes. So it's a delicate balance right now and I it'll write itself. تو قصه داریم دیگه، یه کاراکتر دیه که میگی یهو یه اتفاقی براش میفته، کم هم اسپویلش کنیم، یه اتفاقی براش میفته، تلفن رو برمیداره بابا سناتور مثلا ایکس امیر قوات نه باش میکنم من مزنیم بعد یهو یه نفری که یه حالت دوتا کروشه با اسپیس خالی معلوم نیست کیه و اینا جواب آنون هست اونجا با اسم نداره، اصلا اسم ندارن کلن این دوتا هیچ اسم ندارن. How'd you get his number? هیچ کاراکتری تو فیلم اصلا اینا رو صدا نمیکنه، در حد هی شما دوتا اصلا اینجوری. بعد یه اون قاب میره توی یه فیلم کنم باید کاباره باشه یا بار باید باشه یه همچین چیزی، اونجا میفهمی که آها این تلفنه خورده به جورج کلونی. جورج کلونی میاد تو هتل، همزمان یه کاراکتر دیگه ای وارد میشه که خیلی ترسناکه، چون اون قرار بوده که به هیچ تلفنی نگه، آره جواب نده، هیچ تماسی هم نگیره، هیچ اگر در زده شد اصلا جواب نده، یهو یکی در میزنه تا جورج کلونی رسیده. اینه بعد اونجا یه سری مچ کات ما داریم که کاملا موازی دارن قصه رو پیش میبرن و کاملا با دیالوگا یکسان. براد پیت داره با یه تلفنی صحبت میکنه که ریاست هتل، حالا اینجوری در واقع
چی میگن؟ نشون میده. نشون میده. ژاپن یارو رو نمیبینیم. اصلا نمیبینید. آره جورج کلونی هم داره با اون خانم صحبت میکنه. دیالوگی که جورج کلونی میگه جوابش این یکی میده. دیالوگی که براد پیت میده جوابش اون یکی میده. یعنی میخوام بگم که اینا حتی در موازات قصه پردازی هم کاملا مشابه هم دیگه اومدن شخصیت پردازی شدن. در رفتارشون همین. بعد که اون زنه رو میفرستن بره میگه خب حالا باید کارمون شروع کنیم. مثل دو قلوه به هم چسبیدن. آره ابتدای کارشون اینه هم وسط کارشون اینه هم. حتی مدل دستکش دست کردنه وقتی براد پیت وارد میشه دستکش آبی در میاره دقیقا همون شکلی. Hello, Jim. بگم موشی صحنه خوبی داشته هرچی فیلم خوب نموده موشی صحنه خوب. فیلم خوبیه. قصهش خیلی کنده. قصه کوتاهی داره قصه اون چی نداره قصه. یعنی من اون حالا از یه جای جلوتر داشتم فکر می‌کردم خب الان باید همه اینا رو به من میدادی کی بود بعد تایمر نگاه کردم 18 دقیقه گذشته. ببین ما تو وقت جان ویک هم ببینیم قصه نداره. خب یعنی قصه حالا قرارش اون قرار ولی یه شگفتی داره باز. آره اینجا ما شگفتیه رو تو قصه نمی‌بینیم. اتفاق واو اصلا که تکونت بده تعقیب و گریز باحال و دو تا کاری که بازی عوض میشه حالا خیلی اتفاق خاصی یعنی به نظرم میادش که اون بازی که نمیخوام اسپویل شه اونجا که بازی عوض میشه که فیلم دوباره یه جونی میگیره و اینا اونجا انگار که یارو نویسنده نشسته فکر کرد خب حالا چیکار کنم که اینا پیدا کنن این به کی ور بدن یا خب پس این کارو بکنیم. یعنی انگار مثلا قفلو یه قفلی گذاشته برای خودش بعد راحت ترین کلیدی که در دست بوده رو برمی‌داره میندازه و قفلو باز میکنه. ولی با همه این اوصاف من دیدم تا تاش با حالا دیالوگا خوبه آخه دیگه دیالوگا رفت و بگید این دوتا خوبه تقابل دارن تقابلشون همزمان داره کمدی میسازه کمدی خیلی آروم ها یعنی فیلم خنده‌داری نمیبینی ولی تقابل این دوتا با هم همزمان که خیلی به هم شبیهن چون داره با هم کمدی میسازه تعقیب و گریز داره بالاخره گنگستری و مافیایی و ایناست تو میبینی تا آخر اون بازی هم که میگی پیش میاد بالاخره دوباره تو رو میکشونه. یاد قبل خواندن به سوزان افتادم. این دوتا هیچ دیالوگی با هم ندارن تو این فیلم. تنها جایی که اینا به هم متصل میشن خب یه خانمی وسطه که همه این چیزا داره به هم متصل. همه قصه رو به همین داره میچرخونه و براد پیت همکار خانم است تو باشگاه کلونی معشوقشه و با هم وارد رابطه چیزی شدن. یه صحنه است براد پیت اومده تو خونه یارو دزدی که مدارک جدید بدزده صدای پاش این رفته تو کمد غایب شده همون موقع کلونی میاد داره لباسش عوض میکنه سوت میزنه بره همون میاد داره در کمون نگاه داره نگاه میکنه. اینم یه شغل قضایی داره تو اون فیلم یه شغل چه شغل دولتی داره خلاصه کلت هم روشه میاد کلت پرجی بشه در کمون نگاه میکنه براد پیت رو ببینه هول میشه در میاره تب شلیک وسط بیشونی کل براد پیت هیچ دیالوگی با هم نداره برخلافه یاران روشن که این شوخی ها دائما رفت و برگشت داره میاد و یه سوژه هم دارن مدمون دائما اذیتش کنن و اینا و تو این فیلم خب تو این فیلم هیچ دیالوگی با هم ندارن فقط تو این فیلم هر دو هستن. برای همین شاید یه عده میگن اینا بعد از یاران روشن این اولین فیلمه این دو نفر حساب میشه. چرا؟ چون که میگن آقا اونجا ارتباط مستقیم هیچ دیالوگی با هم ندارن اصلا. توی مصاحبهشون در این مورد هم شوخی میکردن چیز برمیگرده میگه که دوباره زدمت چون اینجا یه صحنه هستش که کلونی با مشت میزنه تو فکش اونجا هم یه شلیک میکنه بهش میگه بس دوتا تنهت. فیلم به صورت کلی قاباش قشنگه از اولش حالا شروعش که شروع باحالیه یعنی یه صدایی میاد هی تصویر محدودتر میشه تا میرسه به اون اتاقه باحاله شروعش خیلی بامزه است. کلن مثلا تغییر و گریزه با ماشینی که جورج کلونی داره با ماشین دنبال اون پسره میافته که زنده شده نورش خوبه به نظر من. من حداقل خیلی برام جذاب بود. با این تکنولوژی جدید با این تکنولوژی اینا خصوصا حتی همون اولش که جورج کلونی توی اون باره و از اون فکر کنم دستشویی اشتباه نکنم میاد بیرون تا
داره حرکت میکنه به این سمت، دوربین اصلا یهو خیلی عجیب اون پشتش فلو حرکت شده. دوربین اینجوری داره و خوبه یعنی ولی خیلی سینماتیک نیستش اتفاقا، خیلی تیزریه، خیلی تیزریه. آره تصویرها فول فوکسه. آره تو خیلی تو توی وقتی داری سینما یه فیلم سینمایی یا چیز میبینی انگار این فیلم از این فیلم هاست که کیفیت تلویزیون تو به رخ بکشه. آره بالاخره هیچ جای فلو نداره، هیچ تو چیزی نداری، خیلی جای فوکس، یعنی دوربین در نهایت جدا کرده. آره خیلی. یاد یه پلانش افتادم خیلی بامزه بود برای خانمه، یه بار دوتاشون لباس دارن بعد لباس شبیه هم این میره دوتا تیکه از این میگیره، حتی سلیغش نوشه تیکه از این میگیره، پیرهنها که اینه همه، یه تیکه از این میگیره، دوتا تیکه از اون میگیره، میپوشه میره. اینا حتی سلیغش تو دخترم شبیه همه. آره. Do you know what he took? Not sure. جفتشون عاشق دکتران، دکتران جفتشون ریجکت کرده و بعدا سعی میکنم ممیکی نشون بدن که ولی این با من بوده. آره بعد اونه هم یا ولی میکن دیگه. آره. نه اینو بخور بوده دوتا لیوان ها پشتش عشق دنیا رو بدن. چند تا پلان بامزه من تو ذهنم هست ازش، یکی همین خانمه که داره میاد بیرون، جورج کنین در باز میکنه، خانمه میاد میاد یهو برمیگرد پشت نگاه میکنه، حد پیرد پیت دیدنه اینجوری. خیلی بامزه است اون تا. یه دونم جورج کلونی با ماشین میکوبه به پسره تو خیابون و اون صحنه آهسته ای که خیلی، یعنی موزیک ویدیو بخوای بسازی یه همچین سکانسی توش باشه خیلی بامزه است تو موزیک ویدیو. آره ولی حالا من میگم من پسندیدم، ولی کلن این آره. حرفی که سینما یه المپیکی داشت اصلا این چیز عجیب غریب بود. بعد برد ویدیو داشت خندش گرفت که این چرا. آره اون گروزم اونجور رو زمان نمیاد. آره خیلی بامزه ولی حرف درسته، کاملا تیزریه، خیلی به رخ کشن کشاننده است. معمولا پروداکت هایی که اپل میاد پشتش تکنولوژی توشون حرف مهمی بزنه و اینجا تو تکنولوژی تصویربرداری داره به تو بالاترین سطح تکنولوژی نشون میده. تصویربرداری به قول تو خب اون حتی همون صحنه که میرن ماشین های تیر خورده خیلی آره تو نگاه میکنه میبینی خب چه قاب هیوج خوبی و کامل داره، خوب با جزئیات تو همه رو داری میبینی. آره اون هم سکانس باحالیه که من صندوق میاد بیرون مردن با ویل کردی ولی کلن یه آره. چیزی که توی این دست فیلم ها من اصلا دوستش ندارم اینه که کاراکتر اصلی، یعنی من هری پاتر که هنوز میبینم اینجوری میشم که خب من مطمئنم هری پاتر تا آخر این فیلم نخواهد مرد، پس هیچ وقت استرس خاصی مثلا به من سمت هم نمیاد که نگران هری پاتر باشم. توی این فیلم ها چیزی که شبیه همین که گفتم، چیزی که اتفاق میفته اینه که من میدونم اگه اتفاق بیفته اینا قراره تشخیص بدن، اینا قراره حدس بزنن، اینا قراره مثلا نهایت یه تیری بخورن. حالا اگه 5 تا کاراکتر بودن دوتاشون مردن اوکی، ولی جورج کلونی و براد پیت هرگز نخواهند مرد تو این فیلم، با اینکه فیلم‌های زیادی داشتیم که اینا جلو دوربین فقط رد شدن. من مشکل دارم با این دست فیلم، مشکل ندارم، یعنی کلا فیلمی که بتونم حدس بزنمش برام باحال نیست، با اینکه این فیلم تغییر و گریزی قابل دیدن. حالا مثلا بعد بگیم آقا در مورد تو با چنین استدلالی ببین، خب جان ویک آخرش ولی اینجوری تمام نشد. یا ما خیلی فیلم های قدیمی مافیایی رو که بخوایم یادم بیاد که با همین آلن دلون که اخیراً از دست دادیمش، خب نگاه میکنیم میبینی که نه ته فیلم ماشینش منفجر میشد، ته فیلم تیر میخورد کشته میشد، انقدر وسواس نداشتن قبلن. قبلن نه، الان خب خیلی قهرمان سازی. آره ولی این فیلم که بازمانده همون نسل سینمای نوارن. آره سینمای مافیایی، یه سینمایی که مردم عادی دوباره توش نقش ندارن و تازه خیلی پررنگ‌تر، این خیلی دیگه مافیایی هن اینا، مال دنیای زیرزمینیه، دنیای عملا شغله سیاهه. آره. خیلی هم چیز بوده برای من تعریف نشد، یعنی اعتمالا برای خیلی مثلا میگفتم خب اگر این پسر میمرد چی میشد؟ آره من تعریف ازش ندارم، نمیدونم مثلا توی جغرافیایی مثل ما اتفاق میفته یا نه، ولی
شغلی که اینا داشتن، نمیدونم درآمد داشتن یا نه، خیلی هم مهم نیست. شغلی که اینا داشتن خیلی عجیبه. تو یه به قول خودشون گند عجیبی بالا میاری، زنگ میزنی اینا برای جمع. من رو یاد چیز انداخت، حالا یاد پال فیکشن انداخت. یه صحنه هستش این دوتا گند زدن. خب چیز پسره رو سوار ماشین کردن دارن میرن، مخبرشون رو تفنگ تو دست چیز در میره تیر و میخوره تو مغز یارو و ما تو ماشین همش میشه خون و مغز یارو. بعد اینا میرن پناه میبرن به خونه که خود تارانتینو صاحب خونه است و اینا زنگ میزنن یه آدم اکسپرتی میادش برای تمیزکاری. آره اینا همون شغله است، یعنی این شغله اون کار مسخره که تارانتینو اونجا میکنه. الان هم یادم نیست بازیگرش کی بود که اون میادش برای تمیزکاری و فقط به اینا دستور میده، میگم این تمیزکاریه. این شغل اینا شغل گانگستری نیست، اینا آدمای بکش بکشی نیستن، اینا کارش میشه تمیز کردنه، کلینینگن. اینا افتر کلینینگ. پسرها چیکار؟ اگه پسر میمرد بخش از کلینینگ کشته میشد. بله هلنش میگو اینا میگن توی کلینینگ، توی کلین کردن صحنه ما اونو به اونو جسد دیدیم دیگه. دیگه اون جسد بود. اون میگفت من اینجا سرانجام این یارو باید جسد باشه. اما پسره هم خوبه. پسره داره با حاضر بازی میکنه. آستین آبرامز اسمش. آستین آبرامز. من فیلمی ازش یادم نمیاد. من بهش هم نمیخوره. شاید از اینه باشه که مثلا بچه بوده چیزی بازی میکرد، بازی کرد و اینا. ولی من در این سن و سال چیز ازش ندیدم. باحاله. آره با مزه و تو ماشین اونجایی که با هم تنها سوال دریوری خوبی داره میپرسیم. Are you really not partners? آره تو نقش خوبی داره. یه چرا نمیری پیش کرواتا؟ ول کن دیگه نمیری. آره ولی خب سخته ها. تو جورج کلونی و براد پیت جلوت نشستن. آره. تو رو نشوندن اون وسط. شانس تو برای موفقیت. و در این حال زمین خوردن صفر و صده نشد. آره یعنی خیلی چیز کار سخت داشته بنده. بدن خوبی داره خوب بیا اون تجربه بدن. حالا بدن بادی بیلدینگی تا بدن معمولی آدم معمولی داره، بدن ورزیده‌ای در جهت بازیگری منظورم. آره یعنی ولی آره با مزه‌ش اینه که این آدم رو نیکت کامل از اول نشون میدن و یه شورتی تو روز کریسمس تمام شهر رو زیر پا گذاشته و بعدیش اینه که تو شهرش کی نیست و نشون میده که این بادی یه خلافکار نداره، نه تتوی رو تنش هست، نه عضلانیه، خیلی یکم شکم هم داره. آره یکم شکم داره، چیز داره، یکم اینجوری خیلی شیته، خیلی سفیده. این تمام چیزایی که یه گانگستر باید داشته باشه این نداره، کاملا نداره و داره یه کاری میکنه که اصلا هوش هم نداره. رفته همون تو اون پیش آلبانیایی ها معلوم نیست چجوری اینا رو گرفت کشت. خیلی احمقه. آره آره من یه ذره یاد آقا خانم اسمیت افتادم فیلم دیدم. یه جاهایی این رقابته آدم رو یاد اونا مینداخت. فرقش اینا این بود که اونا میخواستن نشون ندن که چی هستن اول، ولی اینا هی میخواستن خوشنو حرفه‌ای تر شدن. ولی این قضیه رو خیلی بامزه پیش میبرن. خوبه. خیلی آره. لج دراره. اون براد پیت اول فیلم خیلی لج دراره. خیلی خوبه. آره. یعنی قشنگ داره. جورج کلونی هیز میگفت ببین کمک نمیخوای بکنی نه کمک کنی زودتر تمام میشه. عرضم بخیر. آخر فیلم هم که من اگه یاد باشه گفتم فیلم تموم شد ادامه بده، به شما میگم فیلم تموم شد یه ذره ادامه بدین. آره یه چند ثانیه اتفاق با مزده چوش میفته. یه 30-40 ثانیه بر من جالب بود. آره چون فیلم تموم میشه. حالا تو کلا میگی فیلم رو ببینن یا نبینن؟ من دوست آره به نظرم فیلم دیدنیه در این حال. فیلم در چه ساعتی دیدنیه؟ چند تا پوینت داره. جورج کلونی و براد پیت این شکلی دیدنی راستش رو بخوای بیشتر از منو تو. اینا در 60 سالگی آره. I know a place. Brighton Beach, across from where they had exactly. آره. براد پیت و جورج کلونیه با کت چرم مشکی یقه اسکی اینجوری دیدن. آره. و هنوز نگاه میکنی هنوز آمادگی بدنی بالا. آره. حیفه بهشون کار نمیدن. آره. حتی خوب قراردادشو بستن. یکی اینه که برای من حالا شوخی میکنم ولی بامزه است. یکیش اینه که خب
کلن این ولف یعنی کاراکتر شغل نمیدونم چیه ولف که حالا ما دوتاشون رو با هم داریم میبینیم دارن یه تقابل در این حال کاملا دوستی آره تعامل همزمانی رو دارن میبرن که قصه خوب قصه که نه فیلم داره با مزه پیش میره توش آره. با این که فوق العاده فیلم نامه کنده یعنی کل این فیلم میتونست 18 دقیقه باشه آره. مثلا 20 دقیقه باشه قصه در قصه ای اون وسط اصلا وجود نداره اصلا نه پیچش داره نه خودش نقاط عطف و اوج و فلان و اینا ولی کاملا دیدنیه تو تصویر دیدنیه کلا میکشونتت به نظر من فیلمی نیست که وسطش یکی بگه اه بابا خسته شدم مثلا من میبینم فیلم هاشو چجوری میبینم من فیلم های مثل اینو تیکه تیکه میبینی نه اتفاقا فیلم های مثل اینو وقتی بخوام آشپزی کنم وقتی بخوام آه پله اون زرف بگیراند تصویره آره چون بگیراند چیزی از دست نمیدی آره دقیقا 10 دقیقه بعد برگری میبینی خب ماشینه کجا رسید خواست نره برای شبی که نمیخوای ذهنت خیلی درگیر بشه از این فیلم هایی نیستش فکر کنم هدفش هم همین آره. بوده فیلم فوق العاده فیلم سرگرمیه واقعا خوبه تو این قضیه خوب پیش رفت آره یعنی به این هدف بسیار فیلم خوبی اتفاق آره. هیچ ریت چیزی نمیتونی بهش بده یه فیلمیه که با دیالوگای بامزه تکنیکالش هم خوبه صدا نور تصویر نمیدونم بازی ها من تریکینگ اینا همه خوبن چیزی نداره یعنی حتی خون و خون ریزی اذیت کنه جلوی چشمی نه. نداره تو اصلا درگیر اونها هم خونی نمیبینی تو فیلم با اینکه فیلم گانگستریه که توش در حال آدم ها دارن با سرعت خوبی کشته میشن اصلا درگیری اون شکل آره نداره. و درگیر اونجوری هم نداره حالا با این حساب سلام کنن دست پس آره من پیشنهاد میکنم حتما یعنی پیشنهادم کردم از وقتی فیلمو دیدم تا الان مثلا به 2-3 نفری که نزدیکم دیدمشون گفتم من رفتم این فیلمو دیدم 2024 فیلمو میشه دید یعنی بشه بگی آقا فیلمو ببین حداقل اینه که سرگرم میگیرو نیستی آره اصلا رو ذره به خیلی وقت بوده که شاهکاری وسط نبوده و اتفاقا دنبال فیلمی بودیم که اون ساعتمون رو پر بکنه آه. و با یه سری عراجیف مغزمون رو بالاخره بخشی از حالا بگیم معنی و رسالت و این چیزای سینما هم همینه دیگه آره. شما انیمیشن هم میبینی حالا البته که فیلم به صورت خیلی گلدرش داره یک طعنه هم میزنه که آقا آدم بدا کیان آره یعنی آدم بدا در دادگستری هن یا آدم بدا در توی سری از گوشه های تصویر آره. دائما داره اینا رو پوستر و اینا میبینیم آره. دائما داره اینا رو هی به مخاطبم منتقل یعنی سعی کرده با همه پوچی و سرگرم کنندگیش یه تیکای ریز اینجوری هم داشته باشه که خودش رو کلن خیلی هم سطحی نشون نده شروع خوبه پایان مثلا اینجوری میان خودشون رو زیر بارا میکنن اسم تو بگو فلان 3-2-1 آره با این حساب بالاتن تومیتز 67 خیلی پایین بله و IMDb 6.5 خیلی به هم نزدیکه یعنی عجیبه من فکر نمیکنم IMDb فکر میکنم پایین تر باشه راستش منتظر 5 خورده ای بودن خب به در حد 5 به هر حال براد پیت و کلونی هن آرا دارن دیگه آره یعنی اینا قطعا یک بخشی از این آرا یا همه از ما دیدن براد پیت و کلونی کنار هم برامون جذابه اصلا مثل این فیلمی تو هیچ قصه نداشته باشه کما اینکه اینا رفتن ونیز رو به هم ریختن دو نفری اصلا خیلی خوب بود یعنی اون عکس ها فیلم ها یه هفته مردم دنیا درگیر پوسترها و درگیر فیلم های این دو نفر بودن که تو ونیز اتفاق افتاده پس نشون میده که اینا تو این صنعت خیلی مهمن 100% پس بخشی از این امتیازه میتونیم باشه که اینا این دوتا در تمام قابها کاملا خوبن آره اکتای صورتشون خوبه آره یه جا داره کرونی یه حرکت لب و دهن میاد اصلا میگی ای بابا این بازیگر ها یه تیری میخواد بزنه یه جایی از فیلم یه احساسی اونجا میشه. احساسی تو حتی خیس شدن چشمشو مثلا میبینی اون ور براد پیت هم خوبه آخر و تو آره کنار دستش براد پیت تونسته یه کاراکتر سردتر اتفاقا در بیاره نسبت به کلونی انگار شبیه خودشه آره براد پیت انگار بسیار نزدیک به خودشه نمیدونم من تا حالا نزدیک دیدمش نه تلاش آره من هم داشتم خواستم بگم که دوتا عکس رو بده بزنم اون کامر ویدیو نشه حرکاتش اینه خیلی شبیه برای خیلی روشن سب کردن رو بزنم میبینی
ارفان بردید آقای پیت. با حساب این نمرات فکر میکنیم مثلا ما 100 میگیریم دیگه، بر حساب نمره 100 چه امتیازی بهش میدی؟ من همون 6 به نظرم منطقیه. یعنی 60؟ آره 60-65 خوبه. آره بد نیست، فیلم بد نیست. میگم فیلمی نیستش که بد پشیمون باشی. فیلم بدتر از این من خیلی دیدم. آره نه فیلمی نیست که پشیمون باشی از دیدنش. نه بگی وای این چه کاری بودم، یا جایی ننگار است بیاد بگی من این فیلم بردم. بودجهش هم در نیومده، نه راجع فروشش، فروش که حالا احتمالا خب بودجه نه بودجه خبر داریم خیلی فروش. فیلم گرونی نبود. وقتی قرارداد دارن و در قرارداد، یعنی تو تیتراژ به عنوان پرودوسر اسمشون میاد، آره. قرارداد درصد فروش دارن، چون خودش اصلا آره گفتن که ما اینقدر چیز نگرفتیم، اینقدر دستمزد نگرفتیم، و احتمالا پشت این قضیه اون قرارداد بلند مدتی که بالاخره با استریم آرینا دارن آره عددیه دیگه، 20 میلیون دلار قطعا بیشتره. خب نه جفتشون گرونترین بازیگرای حال حاضره دنیا، توی اون قرارداد هم حداقل 20 میلیون دلار حداقل باید قرارداد بسته آره. باشن و این هم حالا یه درصد هست انقدی. آره ولی باجت فیلم یه سری ماشینه، یه سری چیز من فهم کنم خیلی گرونه گفتیم اونقدر گرون نه نه یه میلیون دلار تش یه جوری هم گفتیم انگار یه میلیون ریال حالا یه میلیون دلار آره. نه فیلم گرونی نیستش، قطعا فیلم تو استریم فیلم پرگوننده ایه. اصلا وقتی این دو نفر کنن من قرار بر ترکونه، چون تو داری شارژ اپلتو میدی، شارژ سالانتو داری میدی و باید پلی بدی، حتما اینو پلی میکنی، یعنی فیلمی نیستش که پلی نکنی. در کل خیلی فیلم باحالیه، فیلم خوبیه، دیدنیه، ببینید حتما، جذابه و سرگرم کننده، یعنی بخش سینما حتما مفهوم فلسفی و رسالت هنری و اینا میتونه نباشه. حالا در سینمای کشور ما ممکنه بیشتر از این تلاش کنن در این مسیر، ولی نه فیلمیه که بالاخره بخش خوبی از سینما اتفاق با این دوتا. آره حالا اگر این فیلمو دیدین یه سر یه ریویو یاران نوشته هم داشته باشین، شوخی قدیمیشون رو با هم دیگه ببینین، با مزه است. این دوتا هر وقت دیگه هم باز فیلمو با هم بازی بکنن قطعا این دیالوگاشون با مزه در میادش، چون با همدیگه خیلی مچن. ما در مورد شیمی بازیگره که معمولا حرف میزنیم، معمولا در رابطه یه زن و مرد یا دو تا پارتنر حرف میزنیم، ولی حتی اگر فیلم چیز باشه ال جی بی تی کیو هم باشه باز داریم در مورد شیمی اونا، ولی براد پیت و جورج کلونی نشون دادن که میشه دو نفر با هم شیمی خوب داشته باشن و هیچ ریلیشنشیپی با هم نداشته باشن. حتما این فیلمو ببینین و به دیگران هم توصیه بکنین، حتما برنامه ما رو ببینین، برنامه ما رو ببینین، لایک کنین، سابسکرایب آره. کنین، تو کامنت ها به ما بگید که دوست دارید برای برنامه بعدی چه فیلمی رو انتخاب کنیم و براتون اپیزودش رو ضبط کنیم. آره. مرسی که این برنامه رو تماشا کردین و فعلا خدا خدافظ. Where did you get the fucking truck? Lagrange, they call him Lagrange.